نخستین نشست عربی رادیو زمانه با حضور 9 نویسنده و شاعر ایرانی مقیم هلند در کافه مضراب شهر آمستردام در محیطی صمیمانه و با شرکت گروه کثیری از علاقمندان به ادبیات معاصر ایران برگزار شد. در آغاز نشست ادبی رادیو زمانه حسین نوشازر مجری این شب ادبی نخست از رضا دانشور و محمد علی سپانلو یاد کرد که هر دو بر اثر ابتلا به بیماری سرطان در خرداد ماه سال جاری درگذشتند. سپس نسیم خاکسار جستار قصه پردازی در متن‌های کهن فارسی را خواند. او در این جستار پژوهشی یکی از قصه های قرآنی به روایت ابوبکر عتیق نیشابوری را با متنی از تورات مقایسه می کند و نشان می دهد که چگونه عرفان ایرانی تلاش کرده است خشونت مذهبی را در طول تاریخ مهار کند. مهناز صالحی سپس دومین داستان از مجموعه پنجگانه اش را اجرا کرد. روایتی از مشکلات زندگی پناهجویان در یک هتل که با خشونت، آزار و بدمستی درآمیخته است. مرسده هاشمی که صدایی خوش نیز دارد و در زمینه موسیقی سنتی تعلیم دیده، فرازی از رمانش را خواند. پس از اجرای قطعاتی از موسیقی ملی ایران با تنبک و سنتور، رضا کشاورزی دو داستان قرار ما ساعت پنج بود و مسافر مسجد سلیمان را خواند. نارسیس زهره نسب شاعر و داستان نویس بخشی از اشعارش را خواند. در ادامه امیر حسین افراسیابی از شاعران حلقه جنگ اصفهان برخی از اشعارش را خواند. شعرخوانی او مورد توجه شرکت کنندگان قرار گرفت. فیروزه فرجادنیا از دیگر داستانخوانان این شب ادبی بود. ناصر فاخته شاعر و مترجم ایرانی نیز برخی از اشعارش را برای حاضران خواند. چند روز پیش یکی از شاخص‌ترین چهره‌های فرهنگ ایران درگذشت. شهریار عدل، ایرانشناس، باستانشناس و تاریخدان. پیش از آغاز داستانخوانی شهزاده سمرقندی، حسین نوشازر مجری برنامه از شهریار عدل، باستانشناس و تاریخدان ایرانی یاد کرد که چندی پیش در پاریس درگذشت. مادر در نیمروز تابستان زمین مادران دومین رمان شهزاده سمرقندی شاعر و نویسنده تاجیک مقیم هلند است. او فرازی از این رمان را در پایان نخستین نشست ادبی رادیو زمانه خواند که روایتی است از روزگار سه نسل از زنان در سمرقند دوران شوروی و پسا شوروی. قرار است شب‌های شعر و داستان‌خوانی رادیو زمانه ادامه پیدا کند و فرصتی باشد برای دیدار با دیگر شاعر و نویسندگان فارسی زبان مقیم هلند.